حاجی من بیلمیرم نه وضعیتی ده اگر رو من فوکوس کنیم ما زر بزنیم پافیوز این همه ای و علم و تکنولوژی پیشرفت کرده این پافیوز از هر تراپیستی بهتر به من جواب میده تو هنوز فوکست درست نیست صد و این میلیون هم پولته داشتم عرض میگرم خدمتون نمیدونم چه وضعیتیه ولی من آره داشتم میگفتم من یه وسط رو ریدم یه لحظه قطع شد میکروفون من شبیه اون چیزه شدم اصلا واسه شما مهم اهمیت هم ندارم چرا میگم ولی میخوام بدونم که خیلی باحالید دیگه سلام میکنم به 45800 نفری که تو این کانالن کاره با هم دیگه هر کی یه سرشو بگیره برسونش به 100000 نفر من جلوی دوربین میام خوشحال میشم یعنی تا قبل از اینکه بیام جلوی دوربین اینجوری هم که این موزیک اگه بد باشه خب من چجوری نمیگم من پر از فکرایی هم که دلیلی نداره آدم بهشون اصلا فکر کنه قبل از انجام یه کاری هممون اینجوریم تقریبا یه سری فکر توی سرمون هست که دوست داریم ساکتشون کنیم یه سری فکر تو سرمون هست در مورد کاری که باید انجام بدیم که اون کاری که باید انجام بدیم اصلا اونقدر مشکلی وجود نداره اصلا توش گیر و گوری وجود نداره که اینقدر ما قبلش بخوایم فکر کنیم ولی میگم تو همه شغلا هست نمیدونم من چرا اینجوریم من میام 45000 نفرتون رو تصور میکنم جلوی دوربین انگار 45000 بوسه نه ولی خوشحال کننده است دیگه خوشحال کننده منید کانیه وست از علیز اومده بیرون از لیبل 26 انترتینمنت 26 ترانه انترتینمنت سرگرمی بابا نمیدونم به طور که چی میشه لینکشو میذارم توی دیسکریپشن و کار اداریشو شما رسیدگی کنید قبل از اینکه بریم کردیتو بخونیم اینو بگم که لینک یوتیوب دلول و اسمره و فرشاد فوردس هم توی دیسکریپشن هست و اگر ال به مناسبت آیسلاته حتی رو بچید توی کامنت بریم موزیک ویدیوهای کانیه وست رو ببینیم از علیس بریم خب کردیت لره از چه قرار ده اگزیکیوتیو پرودوسر فکور فکور با وزن فعول از مستر فکر فکره به نظر من به خاطر اسم فکور یعنی فکر کننده شما نباید تولید کننده اجرایی باشید از این چرا که بگذاریم ویدیو دیریکتر ای پی هد آف پرودکشن کله تولید سر تولیدگر آردا پروجکت منیجر میتروف که اشتباه نوشته شده میتروف میوزیک پرودوسر کیوت ساوند انجینیر دی تایپ کد داش اوردینیتور لیزی گود کوردینیشن و کوردینیتور و اینا شنیده بودم ولی کوردینیتور نشنیده بودم مارکتینگ محسن پروڈاکشن کمپانی هم که 26 26 ترانه انترتینمنت برو بریم نه قبل اینکه برو بریم کانیه وست اولین موزیک ویدئوی علیزه از این رو پروژه بسیار مهمی حساب میشه علیز فکر کنم 3 ماه یا 2 ماه سکوت کرده از این حیث هم پروژه مهمی حساب میشه حدسی که من میزنم اینه که علیز چون به شهرت یهویی رسید کلا به شهرت یهویی رسیدن و در مواجهه با اون همه توجه قرار گرفتن یهویی هندل کردنش کار آسونی نیست خوشحالم که با موزیک ویدیو اومده و جا نزده و اتفاقا قوی ترم بیشتر از قبلم تلاشش کرده به هر صورت بریم ببینیم که قدم اول و قدم بعدی برای پیشبرد کریرش به چه صورته علیز یه به سری 3 2005 آره MTD بیا رو بیته بح 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 میگن الماسم تو بلنس و عشق من بلنس یا از آسین کسی بلنس باید بشه دیگه میگن الماسم تو غر کانیه وست ورق جلوم پر میشه تا خالیش پیک یه کشور میدونن کیه بازی کش مثل دهن منده من میشه قافیه چف دستم روم شده یه تران قفت همیشه که کیا شایم چف خود دستم روم شده یه تران گفت همیشه هایم نمیره قلقام لو الان بچه هام زیادن مثل یانگ بوی هرچند بعد فاب اول یانگ بوی زیاد چیز داره او چیز داره میزنه تریپل آنتان را بچه هام من بچه زیاد دارم تو میتونی پدر یه سری بچه پدر معنوی یه سری بچه باشی دیگه یعنی نسلت از لحاظ موزیکی وقتی ادامه پیدا میکنه وقتی مثلا پدره مثلا هیچ کس میتونه اینو بگه
چرا چون پدر رپ فارسی بهش میگیم، تمام کسایی که تو رپ فارسی فعالیت میکنن بچه های مثلا معنوی هیچ کس شاید حساب شن، نمیدونم تصمیم خودشونه. اینکه ما به یکی بگیم بابا واقعا تصمیمیه که it takes courage to decide who's your معنوی father. ولی آره در هر صورت یانگ بوی بچه زیاد داره واقعا، بیبی ماما زیاد داره، بچه هم زیاد داره، بچه داره تپوتم میکنه فیوچر کلن یادم نیست کیا، من اطلاعاتی که واسه مهم نیست و اطلاعاتی که واسه مهم نیست سری پاک میشه. من مثلا فیوچر بکنم 11 تا بچه داره ام بی یانگ بوی، نمیدونم سرچ کنیم. اگر معرف حضورتون نیست ستار الان آشناتون میکنم با هم دیگه. لطفا خیلی کوتاه بهم بگو که تعداد بچه های NBA Young Boy رپر آمریکایی چند تاست؟ رپر آمریکایی گفتم چون باید توضیح کامل بدی بهش. NBA Young Boy هفت بچه دارد. هفت بچه داره. چیز چند تا خفه شو. تپ تو کنسل. کنسل! کن! چیز از به حضور شما که فیوچر تعداد بچه های فی... بابا خفه شو. تا من نگفتم صحبت نکن. تعداد فرزندان فیوچر رو هم به میگی، فیوچر رپر. خیلی کوتاه لطفا. رپر فیوچر 8 فرزند دارد. 11 اشتباه بود. آره. بعد این داره فرزند واقعی و دابل آنتاندر میکنه و فرزند معنوی احساس میکنه. الان بچه هام زیادن مثل یانگ بوی، هرچند بعد فاب اول اعتماد مون تشنم به ترپ حتا بخورم و بخونک سرش تا دیدن باج ندار مون تشنم به ترپ. اون ماشین میتسویشیه سلفون پیت شده. پتا بخورم و بخونک سرش تا دیدن باج ندادم آبز شدن هنو تک. توی این نس هارد کورم تکه 20-25 چار تو بستم. دیدی گفتم امتیریه؟ دیدی گفتم یا امتیریه یا ندیدی گفتم امتیریه؟ این نس هارد کورم تکه 20-25 چار تو بستمش. هی متر میکنیم با داشام کفه کیو میشن آپام تهش کیو سلامتیشون میرم بالا تهستکو بلاخره میندازم گاراژ چلنجر رو خواهی مالا من چلنجر دوست داری؟ ایشالله داداش. من چی دوست دارم؟ من ماشین بالای 3 میلیارد دوست ندارم چون مالیات میخوره. امروز یه چیزی جدید یاد گرفتم، فهمیدم که مالیات میخوره ماشین بالای 3 میلیارد. به خاطر همین تو ایران ماشین زیر 3 میلیارد طبیعتا میگیرم، پور زور من نمیدم کسی. بالاخره میندازم گاراژ چلنجر رو خواهی مالا من اونا که میگی بترن آسمونو میشکافه تیزی پرم توی خیابون همیشه تیزی پرم آخرین چیزی ای بابا دید آی ساد جناس کامینگ فرام مایلز اوی. یعنی قشنگ از 6 کیلومتر مرتب دیدم تیزی پرمه رو میخواد جناس کنه با تیزی پر تیزی بالهاش. نکن آلیس، نکن حیفی از الان جناس دور شپونی نزن. یه پرم توی خیابون همیشه تیزی پرم آخرین چیزی که بدخوا میبینه منم مثل مونوپولی مختلف رنگ پولام ترپ زیر یه سال سود داده هللویا پولام ترپ زیر یه سال سود داده هللویا هللویا یعنی خدا رو شکر. چپم نبود اگه شدم چپ تو را کسی تا لوز نده نمیبره بچه کردن کال تا لوز نده نمیبره بچه بچه کونا؟ چرا کونه سانسور؟ کونه دیگه کون پنجه برعکس چه دیگه؟ نه پنجه برعکس چه قلب کونه چرا سانسور کرد؟ دگه شدم چپ تو را کسی تا لوز نده نمیبره بچه کونا کردن کالبام فقط هر وقت کار داشتنم یاد گرفتم خاکی نباشم تا بعد این شاتای میان پرده تور که مثلا این دست صورت فیلم ترسناک همراه یه تیم سانگ فیلم ترسناک ها هست اینجوری با آکاپلا چی نمیزنم چی میزنم تیم سانگ این جعبه جواهر باز میشه یه موسیقی پخش میشه اون موسیقی معمولا تیم سانگ موسیقی فیلم های ترسناک. چرا اون یهو واشو چرا اون اومد چرا اینقدر بیدلیل اومد یهو؟ جالبه من اینجور میان پرده ها رو وسط موزیک ویدیوها بعدم نمیاد ولی احساس میکنم شبیه بیت سویچ رپ تا خیلی باله. تو رپ فارسی یه ایده جدید که میاد بدون توجه به اینکه دلیل اینکه اون ایده اومده چیه مردم استفاده میکنن. حالا امیر پی کارگردان خوبیه ولی اینجا احساس میکنم که صرفا استفاده شده چون انگار وسط موزیک ویدیوها همیشه یه تیکه سکوت
و اینجوری میان پرده و شات بدون موزیک باید مثلا استفاده شه. من کلبام فقط هر وقت کار داشتنم یاد گرفتم خاکی نباشم تا اسفالت نشم، با یه مش کاییدمت وان پانچ منم، میپره این شامپاین کلر، بیتم قطع میشه فقط وقتی بچم میزنگه، هنو عرق میریزم تو ترپ بیوقفه، واسط میاد تا پلن بیم سیف، آلمایتی یکم بیرهنه. این پلن بیو رب داده بودم به دیس علی گرامی که بی پلنه، واسط نیست تا پلن بیم سیف، دو تا معنی داره. پلن بی یعنی نقشه دو که شما وقتی پلن A یه جواب نمیده میدید سرگاه پلن B، پلن B تم جواب نده خب سیف نیستی وضعیتت. پلن B دوم معنیش یه قرص ضد بارداری که شما میریزی تو طمع میکنی، حالا کاندوم نمیکشی، طمع میکنی نگه میداری تا لحظه آخر میریزی تو، اگر مشکوک به بچه دار شدن باشی باید پلن B مصرف کنن اون خانم محترم. منظور دوم علیز از اینکه پلن B هم واسه سیف نیست اینه که پلن بی هم حتی بخوری حاملت میکنم. بعد اسم ترک کانیه وست، اسم هودی که تنشه، مرچ کلب چیزه فکر کنم، گپ با کانیه اون هودیه. پلن بی هم سیف، آلمایتی یکم بیرهنه، آلمایتی یکم یک کتورو بیرهنه. اوه ای پی در ادامه حرکات آکیوتور یه استپ این کرد و ته موزیک ویدیو با تهیش اومد. 26 انترتینمنت. این بود موزیک ویدیوی کانیه وست از علیز، موزیک ویدیویی که میگم من به شخصه مدت ها بود منتظرش بودم به خاطر اینکه برند علیز کنم. بچه ها برندهای قوی، برندهایی که یه همی بعض سرعت پیشروی برندها فرق داره، بسته به عناصری که اون برند ازش تشکیل شده سرعت پیشرویشون، سرعت موفقیتشون فرق داره. بعضی از آرتیست ها هستن واقعا مثلا 3 ترک یه همی هم میترکن، بعضی از آرتیست ها مثلا سجاد شایی یه ساله یه لیول آپی میکنن عجیب غریبه، به خاطر اینکه برند اصلا چرسی هیپاپولوژیست، البته هیپاپولوژیست از قدیم میخونه ولی چرسی اینجوری بود، چرسی هم خیلی یه ساله ترکی، 2 ساله مثلا فکر کنم ترکی چرسی. گادپوری هم باز از قدیمتر فعالیت میکرد، از یه جایی به بعد یه شیب خیلی زیادتر شد. من خودم تو کانال یوتیوبم خودم اینجوری بودم، کانال یوتیوب من الان کانال یوتیوب خودتونه، البته کانال یوتیوب خودتون از 2014 داره فعالیت میکنه ولی اون موقع کانال یوتیوبتون نبود، نمیدونم یادتون رفته بود این کانال یوتیوب شماست، ولی همراه یک ریبرند، همراه تغییر مسیر کانتنت یهو شد، یهو شیب زد دیگه. بله عرض میکردم بعضی برندها اینجوری هم، بعضی برندها اونجوری، بعضی برندها مثلا یه جوری هم که اصلا پیشرفت نمیکنه یهو هیچ وقت هرکس. یکی از عناصری که پکیج علیز نیاز داشت عنصر تصویر بود، مردم با چیزی که میبینن بیشتر میتونن ارتباط برقرار کنن، به خاطر همین فیلم از کتاب داستان محبوبتر و پرطرفدارتر، به خاطر اینکه مردم دوستان طرف رو ببینن، دوستان خودشون تصور کنن، ببینن طرف وقتی داره میخونه مثلا این موزیک چه رنگیه. ما تو موزیک ویدیو میایم این کارو میکنیم دیگه، ما میایم رنگ میدیم به حرفایی که تو موزیک داره گفته میشه و به صدایی که ساخته شده، دنیا میسازیم واسش، رنگ میسازیم، دکور میسازیم که مثلا یه سری ماشین سلفون پیچ شده، تم ترساک مثلا میدیم، تم هارر میدیم میخورده به اون ساونده، و این باعث یک ارتباط بیشتر، دو به یاد موندنی تر شدن پروژه، سه درک بیشتر من از تو، از توی آرتیست، یا چه میدونم ارتباط بیشتر من با توی آرتیست که حالا یه وجه دیگه، یه بعد دیگه از اون آرتیست هم دارم میبینم. میگم توی پکیج علیز که فلوهای جالبی داره، دلیوری جالبی داره و منحصر به فرد و آسنتیکی داره، سلیقه انتخاب بیت جالبی داره، یکی از چیزهایی که نبودش حس میشد واقعا پکیج عنصر تصویر بود که خوب شروع کرد به نظرم موزیک ویدیو. موزیک ویدیوی به یاد موندنی کننده ای بود، یعنی باعث شده بود که موزیک ساوند به یاد من بمونه به خاطر اون تاریکی، مهالود بودن، نورپردازی سرد و اون المان سلفون پیچ کردن. اینا یه سری المان من میبینم، اینا رو یه سری مثلا هایلایت مومنت من میبینم، این که یه BMW MTD سلفون پیچه، این کارو
تو موزیک ویدیوهای پوری مثلا به کرات ما دیدیم، یکی از کسایی که خوب این کارو انجام میده تو موزیک ویدیوها پوری و آکیو هن. مثلا همون فرشه بود، همون فضای موزیک ویدیویی که فرشش تام میگفتن، یا زانتیا بود، زانتیای فرش دود شده. مثلا اینا المانایه که عناصریه که هایلایت مومنت به تو میده، یه چیز متناقض یهو تو تصویر میبینی تا آخر عمر اون موزیکو با اون یه چیز متناقض یادت میمونه. یا AK 46 یادتونه سلفون پیچ شده بود، محیط چیز محیطی که توش یه داربس بود، سلفون پیچ شده بود، پوری توش داشت ریکورد میکرد. میگم یه دونه از اون المانا داشتیم. کلا کارگردانی موزیک ویدیو کارگردانی جالبی بود. تنها چیزی که اینجا مسئله است به نظر من اینه که موزیک خیلی خوبی انتخاب نشده بود واسه ویدیو شدن. من بیتم دوست داشتم، اون چند تا وکال سمپل فیلم ترسناک توریه بیتم حتی دوست داشتم، همه چی دوست داشتم به نظرم، ولی علیز پرفورمنسش اینجا یه مقداری پرشگفتی نبود دیگه. میگیری چی میگم؟ لحظه شگفت انگیز کننده، شگفت زده کننده داشت توش. یه سری بیتایی بود که اصلا قابل پیش بینی نبود. فلوهای جدید توشون وجود داشت، قافیه چینی های جدید توش بود، اما اکثرا بار فیلر توش بود، اکثرا جناس، مثلا یکی دو تا جناس زورچپونی من شنیدم. کلا بیتایی که علی زده بود بیتای استریوتیپیک کال تایپ بیت بود دیگه، که توی ترپ دارم زحمت میکشم و چارت دستم یه چند سال دیگه و فلان و بیسار. هرچی هست ما علیزو، البته من نمیگم آرتیستا باید همون چیزی که شروع کردن و ادامه بدن، نه هرگز، ولی علیزو یادتونه دیگه، با میشه ترکید علیز تو ذهن من حداقل با میشه ترکید میشه یا مثلا سکند چانس بیشترین ترکی بود که فیدبک گرفته بود، ولی مثلا علیز میشه یه علیز آسیب پذیر همچنان بلند پرواز، علیز آسنتیک تری بود، علیزی بود که از زندگیش بیشتر، از جزئیات منحصر به فرد زندگیش بیشتر داشت میخوند. اون جزئیات منحصر به فرد اینجا رنگش کمتر شده بود، اون انحصار به فرد بودنه فقط شده بود، مختصر شده بود توی کرمانشاه و اینجور چیزا، که میگم یه مقدار اون آسنتیسیتی رو من کمتر توی لیریکس علیز حس کردم، ولی توی فلو و دلیوری و ایناش بود. اون بیت بی پلنه من فکر نمیکنم، دیدم علی گرامی مثل اینکه تو لایو یه جوابی داده، ولی فکر نمیکنم، یعنی بعید میدونم، البته نمیدونم. من همزمان به دو تا تئوری معتقدم. تئوری یک، اینکه دیگه همه چی رو نباید به هم دیگه ربط بدیم و از دست هم دیگه ناراحت شیم. تئوری دو اینه که آرتیستا تک تک بیتا رو حواسشون هست. آرتیست وقتی داره مینویسه حواسش هست وقتی اینو بگه کی جوز میزنه روش. به خاطر همین ممکنه از قصد نوشته باشه اون پلن بی هم مثلا سیف نیست، نمیدونیم در هر صورت. ولی اگه بی ام و ام 3 دادید بچه رو بفروشید، لوازم منوازمش مثل این که اذیت میکنه و میمونه عدد. من از ستار کمک میخوام که عدد بهتون بگه، قبول دارید؟ داداش گلم یه لطفی کن، یه عدد رندوم بین 1 تا 10 به همون بگو. اونجا نمیشه 4. خب این گفت 4، ولی نظر من 4 نیست، نظر من مثلا 6 اتفاقا. میگم به نظر موزیک ویدیوی ترتمیز داشت، بیت تمیز بود فلان میسار، ولی یه مقدار تک ترکی ساندی فراموش شدنیه. میمونه نظر شما حالا که بگید ببینیم چه خبره دیگه. تبدیل تجربتون از 1 تا 10 قلب برای شما، من امروز خیلی مهربونم به خاطر اینکه 4 ماه درآمد یوتیوبم که نمیومد و هولد شده بود، بالاخره انگار چاه باز شد. البته چاه باز شد بر اون 3 ماه مونده هنوز، ولی حداقل ماه قبل رو تونستم بگیرم و میدونم یه خورده حس میکردید که فس شدم یا شاید اصلا حال ندارم و اینجور چیزا. دلیلش یکی از بزرگترین دلیلش این بود، حالا دلیل دیگه هم داره که به زودی خواهید فهمید دیگه. قلب منی تا ویدیوی بعدی. 4G